آنچه که یهودیان ایرانی و همینطور قلمرو ایران بزرگ رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود، آنچه مربوط به فقر میشه گفت و وضعیت سوسیو اکونومی یعنی اجتماعی و اقتصادی که در این قلمرو ایران بزرگ یعنی سهم بسزایی داشته در مهنت، در تحقیر، در یهودی کشی و همینطور آنانی که به دنبال آنچه که ما شاهکارهای اینتلکتوالی یا روشنگری یا نواندیشی داشتیم بیشتر به طرف یعنی میشه گفت گاه شماری و اینه که تا چند اندازه میتونن تاریخ خودشون و مهنت هایی که بر اونها گذشته رو بتونن به رشته تحریر در بیارن از طریق دستخط ها، تا اینکه یواش یواش مسائلی که مربوط به میشه گفت صحنه آنچه که میتونستن بیان و اون رو پرینت بکنند که طول میکشه تا اینکه پرس و پرینت دستخط هایی رو که نوشته شده رو بتونن نه فقط که به رشته تحریر در اومده که بتونن اون رو توضیح بکنن. از این رو آنچه که فرزندان این مرز و بوم رو به خاطر وضعیت اقتصادی، فقر و اجتماعی که تأثیر گذار نیست سهم بسزایی داشته بر روی فرهنگ آنها، فرهنگ تمدنی آنها، به جای اینکه بیاد و این جامعه یهودی ایرانی از هم متلاشی بکنه، بلکه آمده که در خود بیان و اندیشه داشته باشند، در خود فرو برند و اینه که بتونن چه اشعاری رو برگرفته از نظامی گنجوی، فردوسی، حالا هیرویی میتونه باشه یا اینکه رمان باشه و غیره، اینها با در نظر گرفتن میدراشیم اون رو به رشته تحریر در بیاره و به صورت دیوان شاهین عمرانی بیاد و جلوه خاصی از ادبیات یهودیان در این مرز و بوم ایران بزرگ داشته باشه. ولی یعنی جای تذکر نیز هست که یهودیان از آن موقع به خاطر که دستخط هایی که به عبری فارسی بوده هیچ یک در بین آنها آنالفابت و بی سواد پیدا نمی شده، همه می تونستن در مکتب بیاموزند، اقلا حساب رو بدونند و زبان پارسی رو بدونن و زبان عامی و گویش خودشون رو حفظ بکنن و از این طریق به دنبال کسب و کار بیشتر باشن تا اینکه به دنبال کارهایی که در گفتگوی ادیان گفته میشه همزیستی مسلمانان میشه و بیشتر به طرف تجارت و حتی برگرفته و تاثیرگذاری داشتن میسیونرها و نماد اون هم فاضل خان هستش که فاضل خان به زبان پارسی نوشته شده و تا به الان قرن 21 ما ترجمه علمی تورات رو که توران نویم و کتوبیم هست رو به زبان پارسی نداریم، مگر اینکه به زبان آنچه که به زبان فاضل خان به پارسی آمد ترجمه شده و آن ترجمه که انجمن کلیمیان در نظر داشتن و امروزه نیست به اونا تورایی از خانواده زرگری داده میشه از نظر علمی زیر سوال میره آنچه که بر طبق تمام تفاصیل نوشته شده و آنچه که ما به زبان انگلیسی یافت میکنیم که ممکنه صدها ساله که الان وجود داشته باشه که بایبل رو آمدن ترجمه کردن به آلمانی و به انگلیسی و غیره و همینطور تلمود هنوز به زبان فارسی نه فقط که یافت نمیشه، بلکه اون مجمع دانشورانی که باید در کنار یکدیگر قرار بگیرن این مسئله رو انجام بدن نیز
یافت نشده با تمام سرمایه گذاریایی که آمدند کردند و جامعه دانشورانی که آمدن سه پادیاوند رو با همت پروفسور امنون تزندیات بیان و بار بیارن هنوز میتونه پربارتر از این باشه و باید افراد و پژوهشگرانی بتونن از این طریق پژوهش‌های پروفسور نتر، پروفسور سند و همینطور سار و سعودی رو در این قلمروی ایران بزرگ از روی دست خطها، همینطور که پروفسور دانیل صدیق آمد و عمل کرد، بتونن به مرحله اجرا در بیارن و از این طریق زبان پارسی رو دانستن کافی نیست، دستخط پارسی یهود رو باید دونست، آشنایی باید داشت با یکایی که آنچه که در این قلمرو گذشته و همینطور آشنایی باید داشت با میدراشیم و ادبیات ربانیم در این زمره، آنچه که در این دستخط ها که در مؤسسه بنتفی یافت میشه رو ما بتونیم جامعه عمل بده.